یه خبری رو تو اخبار اعلام میکنن که مثلا فلانجا تیراندازی شده و دو سه نفر کشته شدن. خب افراد مختلف واکنش‌های مختلف نشون میدن. یکی خیلی عصبانی میشه، چرا اینجوری شد؟ نمیدونم، لعنت به این حکومت. یه آدمی ممکنه واکنش بسیار مایوس کننده و ناراحت نشون بده. اینم زندگی ما، هیچی معنا نداره، این شکلیه، اون شکلیه. به یه عامل بیرونی، به یک خبر چرا اینقدر واکنش‌های مختلف نشون میدید؟ تازه البته اینا فقط مثال بود که براتون گفتم. دلیلش اینه که واکنش ما نسبت به اون چیزی که به نظر میاد عوامل واقعی و بیرونی هستن نسبت به اونها نیست. ما نسبت به آن چیزی که در درون خودمون هست واکنش نشون میدیم. حالا وقتی که یه عامل بیرونی اتفاق میفته، این باعث تحریک آن چیزی میشه که در درون من، توجه منه، تمرکز منه و ناخودآگاه من بیشتر روی اون زمان صرف میکنم و توجه میکنم و بنابراین وقتی که اون اتفاق میفته، من تحریک میشم که به واسطه اون چیکار بکنم، واکنشی رو نشون بدم که به نظر خودم واکنش من نسبت به اون محیط بیرونیه. بنابراین راه حلش بسیار بسیار ساده است. اینا رو فراموش کنیم، عوامل بیرونی رو بذاریم کنار، همه رو بریزیم دور. یه چیز از همه چیز مهمتره، اینه که من در درون اون تعارضم و اون مشکلاتم و اون گره هام و اون عصبانیت ها و ناراحتی ها و ترس ها و حس گناه ها و همه اینا رو بذارم کنار تا بتونم یک زندگی خوب و سالم و برای خودم و کسایی که دور و برم هستن و دوستشون دارم شکل